راز ماندگاری هر ملتی نگهبانی از زبان مادری و سرزمین پدری است. استاد ناصر انقطاع در درازای 30 سال دور از زبان و میهن خود در راستای شناسانیدن این دو ستون نیرومند 24 کتاب در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و تاریخی نوشته است. پژوهشی درباره آیین‌های ملی، بررسی زندگی پرماجرای قهرمانان ایرانی کوروش، داریوش، آریابرزن، جلال الدین، بابک، یعقوب، نادر، حافظ، فردوسی، امیرکبیر و شناخت زبان و واژه‌های فارسی و دیگر بررسی‌های ژرف او می‌تواند بهترین راهنما برای ایرانیان درون و درون مرز در حفظ هویت ایرانی باشد. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. پس کوچه های تاریخ، برنامه از دکتر ناصر انقطاع. دلخوشم با غزلی تازه، همینم کافی است. دلخوشم با غزلی تازه، همینم کافی است. تو مرا باز رساندی به یقینم، کافی است. قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو؟ گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی است. قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو؟ گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی است. گله ای نیست من و فاصله ها همراهی، گله ای نیست من و فاصله ها همراهیم. گاهی از دور تو را خوب ببینم کافی. آسمانی
تو در این گستره خورشیدی کن، آسمانی تو در این گستره خورشیدی کن، من همینقدر که گرم از زمینم کافی است. من همینقدر که با حال و هوایت گهگاه برگی از باغچه شعر بچینم کافی است. من همینقدر که با حال و هوایت گهگاه برگی از باغچه شعر بچینم کافی است. فکر کردن به تو یعنی غزل شورانگیز، فکر کردن به تو یعنی غزل شورانگیز که همین شوق مرا خوبترینم کافی است، که همین شوق مرا خوبترینم کافی است. چامه ای رو که در آغاز برنامه شنیدید وسیله دوست ارجمند دکتر رحیم حبیبیان از کانادا فرستاده بود. چامه سرای محمد علی بهمنی بود. انتخاب جالب دکتر رحیم حبیبیان، با اینکه شعر مال خودشون نبود ولی این انتخاب بسیار زیبا و شیوا بود. به نام خدای ایران و به نام ملت ایران، ملتی که پایه‌گذار هزاران جشن و مردمی‌گری و راهنمایی جهانی در سراسر گیتی شده است. ملتی که نوروز را ساخته و پرداخته. ملتی که نوروز را ساخته و پرداخته. ملتی که مهرگان را پایه گذارده، ملتی که آدمیگری را زادگاه خود قرار داده، همه آنها را به جهانیان آموخته و به عنوان آموزگار خوبی های تاریخ نامش در سرلوحه ملت های بزرگ ثبت شده است. درود به این ملت. در آستانه مهر ماه ایستاده ای، ماه کشت و کاشت، ماه برکت، ماه خاربار، ماه بازبینی و سودگیری از لانه باروری طبیعی طبیعت، از خزانه گیتی و آشتی با طبیعت. در زمانهای کهن هر روز از سی روز ماه ایرانی نامی ویژه داشت. اولین روز هر ماه اورمزد نام داشت. اولین هر روز ماه اورمزد نام داشت. دومین روز
بهمن. سومین روز اردیبهشت و همین گونه سیزدهمین روز تیرگان و شانزدهمین روز را مهر و نوزدهمین روز را فروردین و تا سیومین روز را نام گذاردن. هر روز از ماه که نام روز با نام ماه یکی می شد آن روز را جشن می گرفتند و با نهادن یک پسوند گان به دنبال آن نام آن روز آن ماه به جشن و پایکوبی معروف می شد و به دنبال آن مردم به شادی می پرداختن. بر این پایه نوزدهمین روز فروردین فروردینگان، دومین روز بهمن و بهمنگان در خود ماه بهمن، البته سومین روز در ماه اردیبهشت اردیبهشتگان و شانزدهمین روز را در ماه مهر مهرگان می گفتند که نام روز و نام ماه یکی می شد و تا پایان در هر دوازده ماه هر روزی که نام روز با نام ماه یکی می شد آن روز رو به نام آن روز با پسوند گان می گفت. میان این گانها یا این جشن‌های دوازده گانه مهرگان جایی والا و در خور نگرش دارد که نه تنها برتر از همه گانها که پس از نوروز که سالار جشن‌های ایرانی است مهرگان دومین جایگاه رو از دیدگاه اهمیت و اعتبار دارد. مهرگان پیام‌آور فراوانی و عشق و روشنایی است و همچنان زیبا بوده و زیبا مانده است. بدبختانه نزدیک به چهار دهه است که این جشن بزرگ، این مهرگان گرامی در کشور زادگاه خود یعنی ایران غریب و بی‌رونق است، زیرا مشتی بی‌میهن و بی‌تاریخ با برگزاری آیین‌های آموزنده مانند مهرگان‌ها و تیرگان‌ها و نوروزها مخالفند و گریه و زاری و نوحه را گسترش می‌دهند تا در پناه این روش واپسمانده به چپاور و دزدی‌های خود ادامه دهند. دشمنی آنها با شادی به اندازه است که با مسابقه فوتبال در میان ایران و یک کشور بیگانه در روز تاسوعا که صدها سال از گذشته است میگویند اگر ایرانی ها یک گل به ملت مقابل زدند مردم نمیتوانند شادی کنند و اگر شادی کنند گناه کرده. گناه! دقت کنید، ملتی که برای پیروزی خودش شادی میکنه این دستدار به سران میگن گناه کرده. باید از این احمق ها پرسید گناه رو برای ما معنی کنید. شما به چه چیز گناه میگید؟ اونی که شما گناه میگید آیا پروردگار همون رو گناه میدونه؟ شما که جان هزاران افراد رو میگیرید، هزاران جوان رو در زندان بیگناه اسیر کرده و میکشید، گناه نکردید؟ ولی اگر گلی رو زده بشه کف بزنن گناه کردید. چقدر باید احمق باشید؟ بر ما ایرانیان است که به یاری هممیهنان بپردازیم و از راه دور آنها را در شناخت ارزش‌های مهم باستانی خود و از آن میان مهرگان آشنا کنید. مهرگان روز برکت، روز آشتی با طبیعت، روز فراوانی و رفاه بر همگان خجسته با.
برنامه امروز خود را به یاری فرزان دوست گرامی می آوازم. فرزان جان با ترانه دلنگیز مهرگان را خوش آمد بگی. عشق تو به سر برم بر تو بگویم که نشکرم شکر برم آمدم چون مجان از همه مشعله منظر برم من هم اکنون یکی دوتا تلفن داشتم و یکی از پرسش‌ها دستیل یک خانومی بود که پرسش جالبی کرد و من حتما باید پاسخ بدم، ولی قبل از اون بذارید من چیستان رو براتون بگم و بعد بریم سر پاسخ اون سرکار بانو. چیستان امروز
آن چیست که ارغوان قبایی دارد، آن چیست که ارغوان قبایی دارد، مانند دم موشها پایی دارد، مانند دم موشها پایی دارد، گرد است و مدور است و تاجش بر سر، بیرون و درون شهر جایی دارد. یک بار دیگه بخونم. آقای فردان از اتاق فرمان با تعجب من نگاه میکنه، بعضی وقتا جواب رو میدونه میگه، ولی الان من فکر داره میکنه. آن چیز که ارغوان قبایی دارد، مانند دم موشها پایی دارد، گرد است و مدور است و تاجیش بسر، بیرون و درون شهر جایی دارد. خب موقعی که برنامه‌های دیگه آغاز شد، البته یه نفر الان اومد رو خط، اجازه بده من اینو بیارمش با رو خط دیگه. بله الو بفرمایید. درود بر شما، صدا میا؟ نه قربان، بادم جان نیست، بادم جان پا اصلا نداره. بله الو بفرمایید. الو بفرمایید خانم. نه قربان، نه پیاز نیست، پیازم نیست، من صدا پخش نمیشه. بله من حالا اگر جواب دیگه اومد جواب میدم، ولی الان این دوتا صدا پخش نشد، مخصوصا هم پخش نکردیم که بقیه اگر ندونستن ندونن. الو بفرمایید. حالا صدا بس پخش میشه. الو توتی نیست توتی؟ کجای توتی پادومش موشه؟ الو بفرمایید. الان پخش میشه، الان پخش داره میشه، مخصوصا ما نذاشتیم اون موقع پخشه. چیه؟ خانم قائم مقامی. من به شما عرض کردم امروز اینجا تعطیله، خانم قائم مقامی روز دوشنبه تشریف میارن، زنگ بزن. سرکار خانم پرسیده بود آیا مهرگان روز تولد میترا مهر نیست؟ اتفاقا چه پرسش خوبی کردید خانم. خیلی ها این اشتباه رو میکنن. من مخصوصا اون پسوند گان رو گفتم که بدونید این جشن ملی و جشن مذهبی به اون صورت نیست. در اون مورد تولد مهر هم من الان سخن میگم. وقتی میگی مهرگان یعنی روزی که 16 ماه مهر برابر میشه با روز مهر، روزی که نام روز و نام مهر، یعنی نام مهر که نام ماه مهره و نام روز که روز مهره که 16 همه برابر میشه، اونو میگن مهرگان. اون جشن کشت و کاشته، جشن کشاورزیه، جشن آشتی با طبیعت، جشن خارباره، جشن آزوغه است، جشن زندگی است خلاص. اما بپردازیم به این که پس روز تولد میترا کیه. اینو من بارها گفتم، حالا اتفاقا به شب یلدا چیزی نمونده. شب یلدا، خود واژه یلدا به معنای تولده، علت و زبان سوریانیه که به غلط بعضی میگن سریانی، نه سوریانیه. این بخشی از مردم
غرب ایران در زمان کهن که کشور ما خیلی گسترده بود به زبان سوریانی سخن میگفتن و این روز هم گفتن یلدا. حالا ما ایرانی ها کردیم شب چله، ولی این شبی است که فردا یا روز قبلش یعنی یا روز سیوم آذر و یا اول دی در ظهر یک کدوم از این دو روز، یا اول دی یا آخر پاییز یا اول زمستان، میترا زاده میشه. چگونه؟ این رو میگذاریم برای همون شب یلدا که ما برنامه مخصوص برای شب یلدا خواهیم داشت و در اون موقع من مفصل در این زمینه سخن خواهم گفت. مست از باز
بر تو عاشقم یا بر روی من، بر سر کوی تو من به نیاز آیم، دل داده ی راه گذرم، از خود نبود خبرم، ای فتنه گرم خب، امروز باز دو سه شعر از دوست خوشخریحه پویا پویا یا پویای کاشانی رسید رسیده. فعلا اون شعر زیبای پرمغزشون رو میخونم، اگر زمان بود یه طنزم فرستادن و اون رو هم خواهیم خوند، اگر نه در شماره های یا برنامه های بعدی. این شعر به نام جوانیم هنوز یا جوانم هنوز هم. پیری فرا رسید و جوانم هنوز هم. پیری فرا رسید و جوانم هنوز هم، در کوی عشق مانده نشانم هنوز هم. مجنون دوست بودم و مدهوش چشم او، سرمست آن نگاه همچنانم هنوزم. سرمست آن نگاه مکر یا همچین لغتی سید نگرفته، چنانم هنوز هم. مجنون دوست بودم و مدهوش چشم او، سرمست آن نگاه چنانم هنوز هم. گفتم به عشق هر چه دهی سود برده ای، گفتم به عشق هر چه دهی سود برده ای. عمری گذشت و باز برانم هنوز هم. آیین مهر عشق بهین کیش آتمیست، آیین مهر
عشق به این کیش آدمی است، بر این خیال و قصد و گمانم هنوز هم. من جویبار کوچک جاری به بحر دوست، سرخوش در این مسیر روانم هنوز هم. با آن که شرح عشق به تکرار گفتند، این قصه هست ورد زبانم هنوز هم. صیاد لحظه های هوای محبتم، صیاد لحظه های هوای محبتم، آنجا سوار تیز کمانم هنوز هم. چشمم به سوی توست، چشمم به سوی توست، پس از مرگ. چشمم به سوی توست پس از مرگ، آن زمان که از کال بود برون شده جانم هنوز هم. که از کال بود برون شده جانم هنوز هم. پویای راه مهر تو بودم، پویای راه مهر تو بودم تمام عمر، پایان رهنگر که همانم هنوز هم. پایان رهنگر که همانم هنوز هم. شب تا به سحر در سوز و گدازم، ای فتنه بکش یا بنوازم. چو اسیر دام تو هم، رام تو هم، ای محرم راز، منم اون شمعی که ز
جفایت دل شدم، از غم عشقت خرسندم، از همه عالم بگذستم، تو که به مهرت پابندم. عشق این صدای پرژین رادیو است. رادیوی 24 ساعته در سراسر جهان. پرژین رادیو. باش به دل باشه آدم بی خود خاطر خاموشه دو تا چشم رو تب داری از عشق همیشه تب داری چشات از جنس مرغوبه چقدر حال چشات خوبه چشات از جنس مرغوبه چقدر حال چشات التهاب داره چشات رنگش لعاب داره رو موجاش التهاب داره ولی بیدین نامذهب زیارتش ثواب داره ولی بیدین نامذهب زیارتش ثواب داره چشات از جنس مرغوبه
چشات خیسه، آدم میترسه بنویسه، میترسه باش به دل باشه، آدم بی خود خاطر خاموشه. تو تا چشم رو تب داری، از عشق همیشه تب داری، چشاد از جنس مرغوبه، چقدر حال چشاد خوبه، چشاد از جنس مرغوبه، چقدر حال چشاد خوبه. بابک خرمدین. ابرقهرمان ایرانی، مردی به استواری کوه سبلان. در هفته پیش بعد از اینکه روشن شد که بابک به کجا رسید، به پایه رهبری یک گروه کوچکی از خرمدینان آذرآبادگان و جانشین جاویدان شد و همسر جاویدان رو به زنی گرفت، گفتیم که در شبه جزیره عربستان در اونجا چه اتفاقاتی افتاد. هارون رشید بود، بعد از هارون رشید که مرد امین جاش نشست، بعد اختلاف بین امین و مأمون پیدا شد، مأمون مادر ایرانی داشت و دستور کشتن امین رو داد، امین کشته شد، مأمون به پادشاهی به خلیفه گری نشست. بنابراین در زمانی که بابک هنوز چشم جهان نگشوده بود، هارون رشید خلیفه بود، بعد امین 2 سال خلیفه شد و بعد بابک 18 ساله بود که مأمون به خلیفه گری نشست. خب در سال 201، این شماره یادتون باشه، این شماره در سال 201 هجری قمری، بابک سکان فرماندهی خرمیان آذرآبادگان رو به دست گرفت، یعنی درست 3 سال که از خلیفه شدن مأمون گذشت. باز می‌گردیم به زندگی بابک و آغاز فرمانروایی او بر خرمیان آذرآبادگان. این جوان نوخاسته که گویی از نخستین روز زایش روان او با تنش و ستیز و ناآرامی همراه بود، با توان شگفت‌انگیز خود بیدرنگ رشته کارها رو در اون گروه کوچکی که داشت به دست میگیره. جالبه من براتون بگم، در زمانی کمتر از 2 ماه چنان استواری، چنان همبستگی میان مردان و یاران خودش پدید آورد که تا آن روز اون نظم و انضباط سابقه نداشت. یکی از نخستین فرمانهایی رو که بابک به مردان خیش داد این بود که از هر گونه ستیز با هواداران ابو عمران خودداری کنید و بکوشید آنها را هم نیز به میان خود فرا بخوانید، نخواست اینا دشمنی داشته باشن. خرمدینانی که پیرو به ابو عمران بودند که به دست جاویدان و به یاری بابک از هم پاشیده شده بودند نیز هنگامی که توان رهبری بابک و روش جوانمردانه او را نسبت به خود می دیدند به او می پیوستند و بابک به درگیری های چند ساله میان دو گروه پایان داد و آنها را با یکدیگر همبسته کرد.
از داوری های خنددار و براستی چندشاوری که در زمینه پیشرفت چشمگیر بابک در آغاز فرماندهیش در کتاب های تاریخی نوشته شده، کتاب هایی که به دستور خلیفه ها نوشته می شد، یکی هم نوشته سدید الدین محمد اوفی، نویسنده جوامع الحکایات و لوامع الروایات است. ببینیم این آقا چی میگه راجع به بابک. میگه جماعت سربداران به متابعت او رضا دادند. بابک یاران خود را پس از گرفتن بیعت از ایشان جمع کرد و ایشان مدتی و عددی نداشتند. بابک جمله را سلاح داد. از کجا داد؟ اینو داشتن. و ایشان را گفت صبر کنید چندان که سلسی از شب براید و بیرون آیید و نعره بزنید. هر کس را که بر کیش ما نیست از زن و مرد و کودک بکشید. اصلا احمقانه است این مسئله. مگه یک سازمان نوپا میتونه این کار بکنه علیه هر کسی فرمان بده و بکشه؟ بعد اینا با ایرانی دشمن نبودن. پس جمله بر این قرار بازگشتن. نیمی شب خروج کردند، تمامت اهل اون ده را از مسلمانان بکشتن و کس ندانست که ایشان را که فرمود و خوف و هراسی در دنیای خلق متمکن پیدا شد و بی توقف ایشان یعنی یاران بابک به نواحی دورتر فرستاده شدند و آنها هم هر جا هر کس که رافتند کشتند و خلقی از دزدان و بددینان و ارباب فساد روی به وی نهادن. آره خنده‌دار، میگه همه رو کشتن و یه دو اومدن رو به او آوردن تا او را 20,000 سوار جمع شد و چند کرد لشکریان سلطان را منقذب کرد. کدوم سلطان؟ سلطان نبوده، خلیفه بوده. ببینید وقتی یه تاریخ نویسی دروغ می نویسه، این دروغ رو قلمش اثر میذاره. نوشته این تاریخ نویس کینه‌توز به اندازه بیپایه و سبک سرانه است که هر کودک دبستانی با اندک موشکافی پی به سست بودن و نادرست بودن آن میبره. نخست این که بابک که سراسر زندگی خود رو در اون روستا گذرانیده و دوستان و هواخواهان فراوانی در میان آنان و پدران و مادرشان داشت، مادرانشان داشت، چگونه چنین دستور نابجا و ددمن شایعی را میدهد برای اون همسایگان بیگناه خودش، اون هم در نخستین شب فرمان روایش. این روشن احمقان دروغ گفتن. بابک برای رهانیدن همان مردم از چنگ بیگانگان به پا خواسته بود. مگه میشه دستور کشتار همان کسانی رو بدهد که به خاطرش میجنگیدن؟ دوم، آیا سرداران و مردان جنگی وی که همه شان زاده آن روستا بودند در میان مردم ده، یعنی در میان اون مردم ده، خیشان و خانواده ای نداشتند که در برابر دستور بابک که تنها 24 ساعت از فرماندهیش میگذشت بایستند؟ سوم، در آن نیم شب تاریک از کجا میدانستند که چه کسی بر کیش آنها نیست و چه کسی هست تا بیایند آنها را جدا کنند و سپس مسلمانان را بکشند؟ چهارم، اگر آنگونه که این تاریخ نویس میگوید کس ندانست که ایشان را چه کسی فرمان داده، چگونه به گفته او خلقی از بددینان و ارباب فساد روی به وی نهادند تا جایی که سپاهیان خلیفه را از میدان به در بردند؟ این ببین، اصلا یه جا میگه گفته مسلمان را بکشین، یه جا میگه سپاهیان خلیفه از میدان در رفتن. پنجم، از همه در خور نگرشتر آن که اگر دستور بابک آنگونه که این تاریخ نویس نوشته است
انجام شده بود به جای اینکه بر شمار یاران وی افزوده شود، بر شمار دشمنان او هزاران بار افزوده می شد و آذرآبادگانی ها خود بیدرنگ وی را از پای در می آورد. نه اینکه در اندک زمان شمار هواداران وی به مرز 20,000 تن از مردانی برسد که در جانبازی فداکاری هر یک به جای 10 مرد توان جنگی داشت. و چند بار به گفته همین تاریخ نویس سپاهیان دشمن را گریزاند. ششم، با اندک جردنگری این پرسش پیش می آید که چه سودی از این کشتار بهره بابک می شد. هفتم، اگر سخن این تاریخ نویس را بپذیریم، بدان معناست که در آذر آبادگان آن روز بیش از 1,000 تن دزد و بددین و ارباب فساد بودند که همگی گرد بابک آمدند. مگر چنین چیزی ممکن است که تنها در یک گوشه از یکی از استانهای ایرانی آن روز بیش از 20,000 دزد و بدکاره که با خانواده هایشان بیش از 100,000 تن می شدن زندگی کنن؟ شگفتا که برخی از جیرخاران تاریخ اندکی روشنبینی و شناخت اجتماعی نداشتند تا بدانگاه گونه دروغ بنویسند که کسی به آنها نخندد و دست کم یکی دو تن این دروغ ها را باور کنند. تاریخ نویس دیگری به نام ابن عبری یا ابن العبری نویسنده تاریخ مختصر الدول است که زندگی او خود تاریخ درخور نگرشی دارد. بهتر از پیش از آن که به نوشته وی درباره بابک بنگریم، اندکی از زندگی خود او بررسی کنیم. وی از هواداران فرمان روایان تازی بود. خب معلومه، همه اول معلوم بود که دشمن بابک بود. و از ایرانیان به ویژه از مردان دلاور و قهرمانان ایرانی که در برابر چیرگی بیگانگان به پا می خواستند دل خوشی نداشت و پیوسته می کوشید که به گونه‌ای در پیشینه فرهنگی و تاریخی ایرانیان سستی پدید آورد و نمادهای ملی و فرهنگی ما را بی ارزش و بی پایه کند. همان گونه که در زمینه نقش شیر و خورشید بر بالای سر شیر، داستان خنداوری از همین آقای ابن عبری داریم که خورشیدی که بر بالای سر شیر در نشان شیر خورشید است، نقش چهره همسر گرج قیاس الدین کیخسرو بوده و ریشه تاریخی ندارد. در جایی که برگه های استواری در دست است که نگاره خورشید در کنار شیر از صده ها پیش از فرمان روای قیاس الدین کیخسرو نقش شده بوده و از یک باور کهن ایرانی یعنی میترائیسم ریشه میگیرد. به هر روی، ابن عبری که 400 سال پیش از بابک چشم جهان گشوده بود، در کتاب خودش به نام مختصر الدول چنین می نویسد که گویی خود او در زمان بابک زندگی می کرده. 400 سال قبل از بابک زندگی کرده و مرده. وانگاه به داوری نابجا و پرغرض می پردازد و می گوید شمار پیروان بابک به جز پیادگان 20,000 نفر بود و پیروانش هیچ زن و مرد و جوان و کودکی از مسلمانان را نمی‌یافتند مگر آنکه آنها را پاره پاره کنند و بکشند و همان کسانی که به دستشان کشته شدند به 250,500 تن رسیدند. شما دقت کنید 20,000 تن بودند، 250,000 تن رو کشتن. گمان نمی کنم نیازی باشد که درباره نوشته این تاریخ نویس بیگانه چیزی بنویسم، زیرا خود آن گویا یک جهان غرض و کینه نسبت به این
دلاورانم. بررسی یک نکته در اینجا شایسته است و آن خستو بودن، یعنی اقرار کردن همه تاریخ نویسان کینه‌توز به این حقیقته که روز به روز بر پیروان بابک افسوده می شد و این را هیچ تاریخ نویسی نتوانسته پنهان کند، چه موافقان بابک چه مخالفان، همه گفتن که پیروان بابک روز به روز. ابو علی بلعمی در ترجمه تاریخ طبری در این باره چنین می نویسه: مذهب بابک مذهب زنادقه، یعنی زندیخا، یعنی بیدینها، مذهب زنادقه بود، آنقدر که هیچ مقالت در اون موقع نبود جز دست داشتن از مسلمانی و حلال داشتن نبید یعنی شراب و زنا و خواسته یعنی دارایی و هرچی به مسلمانی اندر حرام بود بابک حلال کرد بر مردمان. تاریخ نویس این تاریخ نویس نیست، این معانده. خداوند و نبوت را انکار کرد تا امر او نهی از خلق را برداشت و گفت هر کاری که مردم بکنند درست است. و خلقی بسیار از ارمنیه یعنی ارمنها و آذربایجان را هلاک کرد و به کفر خواند و مسلمانان را همی کشت، سپاهیان سلطان را همی شکست و 30 سال بدین مذهب بماند و خلق بسیار تباه کرد. سبب دراز ماندن بابک آن بود که مردمان، حالا اینا همون تاریخ نویسه اهانت کننده داره می نویسه، سبب دراز ماندن بابک آن بود که مردمان جوان و دهقانان و خداوندان نعمت یعنی پولداران که آبشان را از علم نصیب که ایشان را از علم نصیب نبود، مسلمانی اندر دلشان تنگ بود و شرای اسلام از نماز و روزه و حج و عید قربان و غسل جنابت اینا بر ایشان گران بود. یارو پولدار بوده همه اینا گران بوده و ایشان را خوش نمی آمد. در عوض می خوردن و زنا کردن و لواط یعنی همجنس بازی و غیره را دنبال می کردن و از مناهی خداوند دست باز داشتن و ناخرسند بودن، چون در مسیح بابک این همه آسان یافتن و او را اجابت کردن و پیروان او بسیار شدن. میگه هر چی که اضافه شدن، یا بچه باز بودن یا خانم باز بودن یا دوز بودن یا چیز بودن، ولی البته پولدار بودن. آدم پولدار نمیره شمشیر بزنه به جنگه. نیک در نوشته این تاریخ نویس بنگرید، جز پرداختن به مشتی واژه تازی و پیوستن و پیوسته و پیوسته مسلمانی و اسلام و خداوند و نبوت و دم زدن چیزی در آن نمییابی. این نشان می‌دهد که یا نخواسته و یا نتوانستند از اندازه و ژرفای کار بزرگی که بابک در بیرون راندن بیگانه از سرزمین پدری داشت چیزی دریابند. ولی آنجا که می‌گوید پیروان بابک همه پولدارانند، میخارگان، زنبارگان هم همجنس بازان و دواتکاران و نادانان بوده، حتی غسل جنابت هم نمی کردن، آدمی به راستی نمی داند بخندد یا افسوس بخورد. آدمی نمی داند به کوته اندیشی نویسنده این بهتان ها چه بی پایه چه نامی بدهد. آیا او نمی دانستی که آدم های پولدار و میخاره و زنباره همجنس باز
هرگز نمیتوانستند ماها و سالها در کوه و دره و دشت و با همه دشواری ها بجنگند، جان ببازند، همه ناهنجاری را بپذیرند، دست و پای خود را از دست بدهند و از راهی که میروند باز نگردند. بگذاریم. همان گونه که آمد، بابک در زمانی پیرامون دو ماه به خرم دینان زیر فرمان خود سازمانی استوار و به سامان داد تا بتواند از مرزهای روستا و بخشی که در آنجا میزیست فراتر رود و پای بر روی دم شیر بگذارد. و همین سازمان استوار و به سامان چون در راستای خواست ایرانیان که رهایی از چنگ تازیان بود گام بر می داشت، به سوی مردم مورد پیشواز قرار گرفت و گروه گروه به او پیوستند، تا جایی که ابو منصور بغدادی در کتاب الفرق و بین الفرق می نویسد، شمار، دقت کنید شنوندگان عزیز، میگه شمار پیروان بابک از مردم آذربایجان و دین نمایی آنها که به دو پیوسته بودند به 300,000 تن در عرض یک سال و نیم رسید. ببینید این رو میگن قدرت فرماندهی و نفوذ در مردم. خب این نظر تاریخ نویس. حالا ما اصلا ببینیم وضع اجتماعی ایران در زمان بابک چی بوده، وضع اجتماعیشون در زمان به پاخیزی بابک چی بود. شایسته از پیش از بررسی آغاز کار برای بابک نگاهی به وضع اجتماعی ایران در دوران چیرگی خلیفه های تازی بر سرزمین خود بکنیم، تا برای ما روشن بشه که چرا در زمانی اندک ناگهان بیش از 100 تا 200 و حتی 1300 تن جنگنده از جان گذشته گرد این نوجوان 21 دو ساله را گرفتند و این شمار رفته رفته بیشتر و بیشتر شد تا به مرز 5,000 تن رسید. 500,000 تن ببخشید. تا به مرز 500,000 تن، یعنی نیم میلیون پیرو پیدا کرد این جوان در زه یک سال، یک سال نیم، و خواب خلیفه های ستمگر را آشفته کرد. ابو مسلم خراسانی در سال 132 هجری قمری، یعنی 128 خورشیدی، آخرین خلیفه اموی را از میان برداشت و فرمان روایی را به عباسیان داد. امویان کشتار و نامردمی های بیشماری درباره ایرانی ها کردند که بررسی آن از گنجایش این جفت جستاری که ما داریم راجع به بابک بیرونه. تنها همین بس که بگوییم حجاج ابن یوسف فرض خلیفه اموی در دوران فرمان روایی 20 ساله خود بیش از 120,000 تن ایرانی را به دست دشیم سپرد تا کشته شود. علی فرزند حسین مسعودی در کتاب مروج الذهب می نویسد، یا مروج الذهب، هر دوشو خوندن. یه وقتی که حجاج مرد سال 95 هجری زندانهای او گرانبار از 50,000 مرد و 30,000 زن بود که 6,000 تن ایران به کلی عریان بودند در زندان، یعنی نه مرداشون و نه زنشون لباس نداشتن در زندان، اینقدر زندانی زیاد بوده. در میهمانی های تازیان ایرانیان رو موالی میگفتن، یعنی کسانی که پروانه نشستن ندارن، غلامن و میباید بر سر پا بایستن. و یکی از ایرانیان که با دختری تازی پیوند زناشویی بسته بود ناگزیر شد همسر خود را طلاق گوید و 200 تازیانه بخورد و سپس موهای ریش و ابروی او را تراشیدند و از شهر بیرونش کردند. این رفتار تازیانه با ایرانی ها، اینو ما نمی نویسیم، اینو در اون موقع دارن می نویسن. علی فرزند مسعودی در کتاب مروج الذهب داره می نویسه.
به هر روی پس از امویان، عباسیان به یاری ابو مسلم رشته کارها به دست گرفتن و در نامردمی و ددمنشی از پیشیان خود جلوتر افتادن. منصور دومین خلیفه عباسی آنسان در گردآوری گوهر و خواسته از خود بی خود بود که پس از مرگش نزدیک به 600 هزار دینار زرین یا به گفته امروز 90 میلیون درهم از وی بر جای ماند و به هنگام مرگ به فرزند خود مهدی گفت من تو را از این شهر چندان مال فراهم آوردم که اگر 10 سال نیز خراج به تو نرسد ارزاق سپاه و نفقات و مخارج و سقور را بدان کفایت توانی کرد. شنوندگان ارجمند، تا اینجای این جمله را یعنی این بحث رو داشته باشید. اگر پرسشی هست در خدمتتونم، وگر نمیریم به دنباله برنامه میرسیم. خب یک بحث اجتماعی، دردآور اجتماعی، واقعا یک بحث دردآور اجتماعی داریم که هم اکنون برای شما خواهم گفت. بعد از اون برنامه شاهکارهای شعر پارسی است و سپس یک ترانه پایان کار. گرسنگان ایران. شنوندگان عزیزم، خبری که حدود 4-5 سال است هر روز به گونه‌ای و از زبان یکی از مسئولین
در فضای ایران میپیچد و بخت و حیرت جهانیان را به بدبختی ملت ایران برمی انگیزد، دوباره در ایران تنین انداز شد. من پیش از آغاز این بحث دو نکته را باید بگم. اولا ما در اینجا علم غیب نداریم که هر قدرم اطلاعاتی از طرف همسایگان و دوستان و یاران و خیشان و اینا از ایران به ما میرسه، اون چیزی که خود اینا میگن، خود ملاها، خود مسئولان میگن و ما از همونا استفاده میکنیم، ما همونا رو میایم توضیح میدیم. به قول اون آقای ناطق نوری گفت اینایی که رادیوها و تلویزیونهای بیگانه میگن یا ایرانیان مخالف میگن، اینا رو خود این مسئولین ما دارن میگن، اونا برداشتن دارن انجام میدن، یعنی بازگو میکنن. این یکی که ما این چیزا رو از خودمون نمیگیم. دو، من نمیدونم این ملت چقدر باید بدبخت باشه، چقدر باید سیاه روز باشه تا یک گروه بیمیهن از میان خودشون بر اونها فرمان روا باشن و بدترین دشمنی ها رو با این ملت بیچاره بکنن و از طرف دیگه سر تعظیم در برابر این همه مقاومت مردم، در برابر این همه وقاحت و بیرحمی و ناسپاسی حکومت قاصب آفرین میگم. علی اکبر سیاری، معاون بهداشت وزیر بهداشت، یا آقاییست به نام علی اکبر سیاری، معاون بهداشت وزیر بهداشت، در 64 نشست ستاد ملی سازماندهی در ایران در امور جوانان که باز هم برخلاف قانون با غیبت وزیر ورزش جوانان برگزار شد، چنین گفت. آقای سیاری گفت 30% خوب دقت کنید، 30% جمعیت ایران به راستی گرسنه‌اند، یعنی حتی نان خالی ندارند که بخورند، یعنی 25% از کل این گرسنگان واقعی را جوانان تشکیل میدهند و در جستجو کار به حاشیه شهرها پناه آوردن و از زباله ها ارتزاق میکنند. از زباله ها در قرن 21 فهمیدید؟ از زباله ها. نماینده و مسئول وزارت راه، یعنی اومده بود در همون جلسه، او در این نشست اعتیاد، سرقت، توزیع مواد مخدر و فحشا را نتیجه این فرق دونست. یعنی نماینده وزارت راه و شهرسازی که اونجا اومده بود گفت آقا جون اعتیاد و سرقت و توزیع مواد مخدره و فحشا همه چی مال همین آدم های گرسنه، چاره ای ندارن. اینا رو ما نمیگیم، اینا رو اونا دارن میگن، ما منعکس میکنیم. خب نتیجه این فقر و گرسنگی و محرومیت از بهداشت و درمان و درگیری با بیماری عفونی رو مربوط به همین مسئله میدونه که هر یک از این عوامل میتواند از مهمترین عوامل و آسیب‌های اجتماعی برای ملت ایران باشه. آمار رسمی جمعیت حاشیه‌نشین ایران رو 11,500,000 نفر برآورد کرد. دقت کنید، یعنی همون سخنی که اون گفته، یعنی نزدیک به 30% یا 25% اون. این گروه فقیر حتی قادر به دادن اجاره برای سکونت خود نیستند
و در خیابان و کنار جاده میخوابم. هنگامی که گهگاه با یکی از مسئولان، اینجا رو دقت کنید، خبرنگار میره با مسئول این قسمت صحبت میکنه، هنگامی که با یکی از مسئولان سخن گفته میشه که برای حل این مشکل و نداشتن توان مالی برای اداره این گروه عظیم چه کار کرده اید؟ میگوید تحریم های ظالمانه. هم فچه هست بیدم امکان که تحریم ها اونا کرد، اونم تازه شما غلط کردید قبول کاری کردید که تحریمت کنون کنن. شما رو چه بمب اتم، شما ببخشید تنبار خودتون رو بالا نمیتونید بکشید، ملتتون نتونید اداره کنید، تو بمب اتم میخواین چیکار؟ و همین تحریم شما. حالا ایشون گفته، البته این که حالا ما رد میکنیم، گفته تحریم های ظالمانه بنیه مالی کشور را تحلیل برده. زمانی که خبرنگار میپرسه پس چرا میلیارد میلیارد دلار خشت طلا برای ساختن آرامگاه عمه یا خاله فلان امام، اون هم در یک کشور بیگانه، خرج میکنید و با غرور عکس میاندازید و به رخ جهانیان میکشید که ما گنبد طلا بردیم در فلان جا نصب کردیم، سخن از کمبود ثروت نمیگویید و آسیب تحریم ها در اون موقع به میان نمی آورید. اینجاست که پاسخی ندارن بدن، پاسخی ندارن که بدن. در گوشه دیگر از این تهران بزرگ، پایتخت جمهوری آخوندی که مدعی گسترش در سراسر خاورمیانه و جهان است، زنان تهیدست بر سر صندوق‌های زباله ریخته و تهمانده و پسمانده خوراک خود و فرزندان خود را از میان زباله‌های خطرناک آلوده به میکروب جمع‌آوری می‌کند. خبرنگار از زنان می‌پرسد آیا یافتن چیزی به اصطلاح خوراکی برای شما و فرزندانتان خطرناک نیست؟ یکی از زنان میگه تازه بر سر همین زباله ها هم مدعی به نام شهرداری پیدا شده و میاد و میگه این زباله ها مال شهرداریه، کار شما خلاف قانونه. ببینید قانون تا کجاها داره اجرا میشه. بانوی نامبرده زباله جمع کن ادامه داد تازه این صندوق های زباله را بی درد سر در اختیار ما نمیگذارن. همیهنان، ایرانیان، دوستان، چگونه خواب راحت دارید؟ هنگامی که هم میهنان خدا در دید چنگال چنین حکومت بیمیهنی میبینید، به هر گونه که میدانید، از هر راه که فکر میکنید، با هر سازمان گسترده جهانی که در مغزتان میگنجد که در فکر این مردم بیپناهند تماس بگیرید. هم میهنان، رژیم در مانده، رژیم از عهده اداره بر نمیاد. بارها و بارها اینا گفتن ما از کاری از دستون دیگه بر نمیاد و بعد اینها برای این ملت بیچاره هیچ کاری نمیتونن بکنن. برادران و خواهران خودتون رو دریابید. در پایان این گفتار توجه به این سخن نخست وزیر هند، توجه شما را به این سخن نخست وزیر هند جلب می‌کنم. خوب توجه کنید. نارندرا مودی نخست وزیر هند دوشنبه 15 آگست به مناسبت 69 سال روز استقلال هند در دهلی گفت دولت هند برای رفع مشکل روزافزون جمعیت طی 2 گذشته فقط 20 میلیون دستگاه توالت عمومی در هزاران روستای هند ساخته و
و به همه آن روستاها برق رسانده است. 20 میلیون. آقای مودی در این سخنرانی قول داد که دولت هند در 4 سال آینده به دیگر روستاهای کشور هند نیز برق میرساند و دستورهای بیشتری را در برنامه بهداشت عمومی کشور دارد. بد نیست گردانندگان حکومت که برای تاسوعا سینه میزنند، که برای امام حسین گریه میکنند، بی عرضه هایی که هیچ عرضه هیچ کاری ندارند دست کم عرضه توالت سازی برای مردم ایران را داشته باشند، نه این که سراسر ایران رو تبدیل به توالت کنند. Okay.
تنهایی بر خیابانهای سایه مانده تنها رد پایی خاک من کو خاک من کو خانه من در وطن کو ای خدا اینجا وطن این عشق من ایران شاهکارهای شعر پارسی به یک پیمانه با ساقی چنان بستیم پیمان را به یک پیمانه با ساقی چنان بستیم پیمان را که تا هستیم نشناسیم از کافر مسلمان را به کوی می فروشان با هزاران عیب خوشنودم که پوشیده از خاکش عیب هر آلود دامان را تکبر با گدایان در میخانه کمتر کن تکبر با گدایان در میخانه کمتر کن که اینجا مور بر هم میزند تخت سلیمان را تو هم خواهی گریبان چاک زن تا دامن محشر تو هم خواهی گریبان چاک زن تا دامن محشر اگر در صبح صادق بینیان چاک گریبان را نخواهد جمع شد هرگز نخواهد جمع شد هرگز پریشان حال مشتاقان مگر وقتی که سازد جمع آن زلف پریشان را مگر وقتی که سازد جمع آن زلف پریشان را
دل و جان نظربازان همه بر یکدیگر دوزد، نهد چون در کمان ابرویش آن تیر مژگان را. کجا خواهد نهادن پای رحمت بر سر خاکم، کسی کز سرکشی بر خاک ریزد خون پاکان را. کجا خواهد نهادن پای رحمت بر سر خاکم، کسی کز سرکشی بر خاک ریزد خون پاکان را. گران شاهد که من دیدم، گران شاهد که من دیدم، ببیند دیده زاهد، نخست از سر گذارد مایه سودای رضوان را. من ار محبوب خود را می پرستم، دم مزن زاهد، که از کفر محبت اولیا جستند ایمان را. که از کفر محبت اولیا جستند ایمان را. دمی ای کاش ساقی، دمی ای کاش ساقی لعل آن زیبا جوان گردد، که خضر از بی خودی بر خاک ریزد آب حیوان را. که خضر از بی خودی بر خاک ریزد آب حیوان را. فروغی، فروغی، زان دلم در تنگنای سینه تنگ آید، که نتوان داشت در کنج قفس مرغ گلستان را. که نتوان داشت در کنج قفس مرغ گلستان را. شنوندگان عجبند، زمان ما در اینجا به پایان رسید. پیش از هر چیز، مانند همیشه، پس از سپاس از شما، از دوست بسیار عجبندم، بسیار مسلط و دقیق و آماده ترانه های شایسته رو انتخاب میکنه و به جا میگذاره، که من در شگفت میشم واقعا. آقای فرزان، از او سپاسگزارم. از شما شنوندگان که آمدید روی خط یا پشت خط با من گفتگو کردید، راهنمایی کردید، پرسش کردید، از شما هم سپاسگزارم. قبل از اینکه بگم برنامه پایان یافت، معنای چیستان رو باید بگم. آن چیست که ارغوان قبایی دارد، مانند دم موش ها پایی دارد، گرد است و مدور است و تاجی است به سر، بیرون و درون شهر جایی دارد. اون چغندره، چغندره. ببینید پا ریشاش مثل پاهای موش، مثل دم موشه، ماننده دم موش پایی دارد، از ارغوان قبایی داره، گرد و مدوره. اون برگ‌هایی هم که بر سرشه تاجیست که طبیعت بر سرش گذاشته. آن چیزی است که از
که ارغوان قبایی دارد ماننده دم موشا پایی دارد، گرد است و مدور است و تاجیش به سر، بیرون و درون شهر جایی دارد. ایران ایران تو بمان، ایران تو بمان که نور امید آید، در نیمه شب فروغ خورشید آید. تاریخ اگر دوباره تکرار شود، تازی به طواف تخت جمشید آید. روز و روزگار بر شما خوش. راز ماندگاری هر ملتی، نگهبانی از زبان مادری و سرزمین پدری است. استاد ناصر انقطاع در درازای 30 سال دور از زبان و میهن خود، در راستای شناسانیدن این دو ستون نیرومند، 24 کتاب در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و تاریخی نوشته است. پژوهشی درباره آیین‌های ملی، بررسی زندگی پرماجرای قهرمانان ایرانی، کوروش، داریوش، آریابرزن، جلال الدین، بابک، یعقوب، نادر، حافظ، فردوسی، امیرکبیر و شناخت زبان و واژه‌های پارسی و دیگر بررسی‌های ژرف او می‌تواند بهترین راهنما برای ایرانیان برون و درون مرز در حفظ هویت ایرانی باشد. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. پس کوچه های تاریخ، برنامه‌ای از دکتر ناصر انقطاع.